توضیح مواد مخدر و از نوع شیشه. آقای فرمانده انتظامی تهران بزرگ به اتهام حمل سلاح پرونده از اونجا چیکار می‌کرد؟ اون شمشیری که ازت گرفتن چی؟ می‌رفتی زورگیری می‌کردی، خفتگیری می‌کردی. در سال 76 نمایشگاهی که حسین گلستانه اونجا بود، رفتی شیشه‌شو آوردی پایین. یه اسمی بود که حامد گذاشت. رو خود من گذاشت. به خاطر اینکه چشاش کشیده حامد که اسمش گوش یافت بود. فکر کنم ژاپنیاست. حامد. بله. چند نمبر تمامه؟ اینا هیچ سه چهار تاشونو میشناسم اومدن. تو ما شکایت کردی؟ نه همونه. نه همونه. پیرو شکایت شما هم شهریان عزیز بعد از اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی و مبارزه با اراده و اوباش، یکی از معروفترین اشرار فتح شهر به نام حامد اکبری که به سلطان شیشه و قرصهای روانگردان معروفیت دارد و دارای سوابق متعددی در امر شرارت و زورگیری مداهمت برای نوامیس مردم و عربده کشی میباشد دستگیر گردیده است. چی بوده اینو برای ما توضیح بده؟ وسیله مصرف شیشه بوده. دعوا شرارت، توزیع سریع پخش شیشه، توزیع کننده قرصهای اکسو. دعوا سر چیز خاصی نمی‌کرده. برای اصلاح کرده. تو خونه با یه دختر بود. اصلاح محسن هم پیش من گذاشته شد. تا محسن از در رفتی بود به تیراندازی اومد. به مامورای اینجا تیراندازی کرده بود. آقا شما برای چی اینجا هستید؟ دقیقت مطلانه با لباس مأمور با اسلحه با بیسیم اومدم و دقیقت کردم. چی از شما دقیقت کردم؟ یه مبلغی که من وام گرفته بودم از بانک به مبلغ 16 میلیون و 700 هزار تومان وام گرفتم، چکای گرفتم گرفتن و متواری شد. کسایی بودن که از من بدتر اومدن توی خونهشون، در خونهشون مثلا طرف رو بردن بیرون به عنوان مأمور گشتنش و پولا رو دوزیدن رو رفتن. تعداد زیادی هم باند بزرگی هم. من درباره جامعه هیچ صحبت نه، من در اون حدی نیستم درباره جامعه صحبت کنم. آقا اینقدر بمب افکار من بازی نکن. من فقط اشتباه این بوده که با حامد اکبری رفاقت کردم. بلند کنید دیگه. من هم بسته جوادی کشتارگاه راستش رو بگم 37 تا کارتک دادم 37 بار فیلنسگاه 17 سال هم هست که دستگیر که نشدم با تیر زدن در رفتم دوباره توی شیره خونه داشتم شیره میکشیدم ریختم اونجا بعد از 3 روز شناسایی شدم تا 4 روز گوسفند دزدی من شروع کردم. گوش میکنی؟ گوسفند میدزدیدین. قدیم اونجا قنات بود، میکشتیم تو قنات 3 تا 4 تا 5 تا. چوبونه که رد میشد در میآوردیم میخوشتیم میذاریم سلاخ. یعنی بچگی نمیدونم چرا به این راه کشیده شدم. چند فقر شما دعوا داشتی و درگیری؟ از جوونی؟ هزار فقره. یک خوی پلنگ طبیعت داشتیم که بالاتر خودمون کسی رو نمیدیدیم، نه بالاتر، نه پولدارتر، نه پول پیدا کنتر. رو این حساب اصلا دل به دست آوردن معنی نداشت واسه ما. چند بار با قمه دعوا کردی؟ همش دعوام با قمه بوده دیگه، بس با خودکار بیچ بوده. نقص عضوم کردی؟ همه رو رفتم دیارشون رو دادم به خدا. نقص عضوه چیا بوده؟ دستی، پایی، گردنی، سری.
قمر رو چجوری میکشیدی حالا؟ قمر میسر پشتت میکشی میزنی دیگه هرچون بچه الله دیگه. بسته به کوچیک بزرگیش داره دیگه. انسانیت یعنی چی؟ تا حالا معنیشو نمیدونستم، ولی تازه یا میفهمم که انسان بودن چقدر خوبه. من که خودم شرم میکنم اصلا مال این حرف هم نیستم پیامی چیزی به جوان ها بدم، ولی نکنم من قد 10 تا وزن جوان پول، یعنی سکه طلا، یعنی یه قدر ساختمون به قرآن پول پیدا کردم، دلار پیدا کردم، چه تو ایران چه تو خارج، ولی هیچ کدوم این پولا وفاد. ولی برادرم کارگره، با حقوق کارگری همه جا رسیدن، یعنی همه جا رسیدن ها. شما حالا به من میگید درباره خانواده‌تون ظلمی که من به خانواده‌ام کردم، اولین کاری که خلافکار میکنه ظلم به خانواده‌اش میکنه. از خانواده‌ام شرمنده‌ام، به قرآن خجالت میکشم دیگه. خودم آدم انقدر اذیت کردم بیاده. آقا بس چیم جوی شدی؟ آقا من خرید و فروش 50 کیلو هشیش سرقت چقدر؟ 350 کیلو کلان 16 فقط اونم پسرمون مثلا بیدن بشناد و گفت یه شبیه با ما بینه سرقت مصدانه بود منو باش رفت رفت دو خونه یک حدود یک آیتت پول بود در رو بود چجوری رفتی؟ گفتن که خونه رو دادیم یکی از صاحبخانه اومد اصلا من سر کمرم بود دیگه همینطوری دیگه پای سرشش گفتیم ما معمولی بکرانو داریم شاکیه طبقت مسلحانه شده آدم روایی شده اسمی دیگه تماس کرده منو بود کی این کار کرده؟ نمیشه اصلاحشون چی بوده؟ قمه قمه شما چند نفر بودی که خراب شدی که این محله؟ چپن نفاری دیگه تو چه نوازی مصرف میکنی؟ این موقع تراب میکشن هنو متادم به همون میدم چی میکشنی؟ تراب اینا مواد مخدر چقدر؟ 440 گرم نگه داری
140 گرم نگهداری هرایین بوده. چرا قرارداد بوده؟ صحبتی نکرده بودم، بالاخره قرارداد کنه یه پولی بهمون بده دیگه. بچه کجا نیست؟ چت حسابه. این جرم دیگه نداشتی؟ فقط همین. چرا یه سری هم سر مشروب گرفته بودن. نه میفروختی این موقع. این زخمه این زخمه چیه؟ مال دعوا کردنه. دعوا داشتی تو؟ بله. کجا دعوا کردنه؟ زندان، بیرون از زندان. من دارم این که فکر کنم درباره هر چیزی عجلانه تصمیم نگیرن، ببینن ارزش چه داره، جوانیشون و زندگیشون و همه چیز از دست بدن. برام دست چه وایساده بودن چون خلاف میکردم، نه که بگم خلاف نمیکردم. روزی چند گرفت مصرف؟ روزی کم کم نیم گرمی مصرف میکنم. حقیقا در اون خمار هم مخم کار نمی کنم. چرا خماری؟ خمار کراک هم دیگه. چرا کراک از کشف شده؟ 80 سانت صوت نمیدونم چیه. الان به چه جرمی این دستگی شده؟ درگیری و نزاع، مزاحمت علنا و بانوان، درگیری، ضرب و جرح همدی با چاقو، چاقوکشی، دزدی. شما احتیاط به چه موادی داشتین؟ الان نه، همون موقع که روانگرد. چی مصرف می‌کردی؟ روانگرد. چی روانگردن؟ روانگردن چی؟ قرص. قرص چی؟ قرص ترامادول. روزی چند تا می‌خوردی؟ روزی دو تا می‌خوردم. علت درگیری و نزاع با مردم چی بوده؟ ما از اونجا داشتیم میومدیم، بچه محله اینا همشون مشروب خورده بودن، مست بودن. پشت با شمشیر زدن تو سر من سه روز سیسیو خوابیدم. حتی یه روز نیستی مرگ مرده شده بودم. تمام پروندهش هستش، میشه کار کرده. سیسیو ماله قرده شما تو مرگ؟ آی‌سی‌یو. درگیری و نزاع 8-7-85، درگیری و نزاع 6-8-85. 6 بار سابقه درگیری و نزاع با چاقو داریم. پلیس امنیت برای پاکسازی یه سری عروضه لقوباش و معتاد که این خونه رو معوا کرده بودن و پاتوقی برای کشیدن و نمیدونم رفیقوازی در حال اومدن دارن به درخواست و شکوایی مردم رسیدگی میکنن. چند نفر دستگیر شدن اینجا؟ اینجا 7 نفر دستگیر شدن ظاهرن و یه سری جوان بودن که صاحب خونه اینجا رو تبدیل کرده بود به نوعی حالا اگر به سرون بگن شیشه کشونه، ولی قبلا هم بهش میگفتن شیره کشونه. اینجا چی کار میکنه؟ نه از صابونه پسیم اعتیاد چیه؟ چی میکشی؟ من از رورات شیشه میکشی. شیشه میکشی؟ الان نشه یا خماری؟ الان نشه یا خماری؟ من از رورات نکردم. یا همه کار میکردم، یعنی یه خونه بود که توش همه کار میرفتم میکردم. مثلا تلکه میکرد، قمار خونه بود، مواد فروشا میمدن اینجا جنساشونو خود میکردن میکردن دختر فراری ها میکردن. شما میشناختین همه این؟ بله، رضا
شما چی مصرف میکنید؟ چند وقته؟ یه سال میشه. الان چی؟ الان نشه یا خماری؟ نه نشه نه. من یه میشه تو مرزادی نشه و خم درست صورت من ازت خواهش کردم. بگو نشه چی کشیدی؟ چون سجده اینا بیشتر خلافش اینجا چی بود؟ بیشتر خلافش این دزدی بود. فروشنده بودن. فروشنده چی؟ مواد. شور به خم داره الان هم مسته. وضعیت ظاهری و وجناتش هم میبینید. در حال یه همچین آدمی این وقتی تو کوچه باشه مزده برای زن بچه من. دیگه خیامون خلوت شدیم سه چه آنفان اومدن با لستمون رد شدن و گفت داشت طلبه شدن پیرانتو بدی به من شروع کن آقا اینو مفری ده بزن ما رو زدن فقط به خاطر دفاع از صورت خودم دستمو بردم بالا که این قسمت دستمو کلن جدا شده بود این گوشت دستم این کامل بر اومده بود خون زیادی هم ازش میرفت واقعا ترس داشت واسه منی که مثلا تا حالا دقیقاً 11 تا 12 تا بخیه خورده یه ضربه خیلی محکمی رو به سرم فکر میکنم 5 تا یا 4 تا بخیه خورد اون ضربه‌ای که به سر من خورد هنوز که هنوزه بابتش من دکتر دارم میرم همین که خوردم با پویزمین یه سوزش رو تو شکمم حس کرد دو سانت و نیم اون چاقو تو شکم من فرو رفته بود به هوش اومدم دیگه روی تخت بیمارستان بودم و عملم هم کرده آقا قرشه دوست آزاد شدم برای زن بچه عروسی کنم قرشه این دستا باید گرفتن هم اعدام کنم هر چی ازشون برمیاد سلام میده برای من انجام میده ارشد مجازات انگوش میزنم از فراغ خونام رو بیرون شهرستان زندگی کنم چند بار مسئول شدید؟ چند سال پیش یه سانه وزیر شهر بودم 6 سال پیش یه دفعه قدرستان رفت نهد یه دفعه دو روز دارم قرص آل دعوایی بود من تو دعوا بعد شما طرف مقابل هم اینجوری کردی؟ نه خب من چیز دم به دستم نداشتم ولی اونا داشتم اینجوری کردم یعنی با چی زده؟ همه کار
شما رو به چی ظلمی دستگیر کردن؟ ظلم شرارت و قبلا دعوا میکردم. این جایی این زخم و زیر تو صورت توی چیه؟ اینا جای دعواستیه، جای چاقو، جای قمر، شرارت و منم استر کردن و پیزیستا میدادم زیر بقل همون گفتن تو نمیدم گنده اینجایی تو بزرگی تو فلانی میدادن زیر بقل همون میرفتیم داره ده نفر دعوا میکردیم همه شون در میرفتن یکی هم این سیدیش میشد آخر سرم پای ما گیر میشد. چجوری میزدی؟ با قمه و چاقو. چند بار محکومیت بشید؟ یکیش همین دعوا و جورجوری بوده. میخواستم برم به دیدنش از دوستان. متاسفانه چند نفر از آقایون عزازل و اوباش سر من رسن و موبایل و ساعت و اضافه یه مقدار پولی که تو جیبم بود به اضافه کیفم سرم که الان حس شما میبینین حدود 25 بخیه خورده، گونم شکست، چشمم یک دهم دید الان برش باقی مونده و به اضافه یه دردستگی کتف و فک و شکستگی ساق پا و از این چیز هست. خدا خواست که زنده بمونم. مواد مخدر چی میکشید؟ مواد مخدر شیشه میکشیدم که سمزو رفتم دادنم چند وقت زندان، بعد اومدم اینو سمزو داری کرد. شیشه را کی میگرفتی؟ از پاسوبای محل. هر بار چقدر میکشید؟ هر روز شما رو بودی گرفت. روزی؟ دو سو، سه سو، تیم گرم. چقدر میکشید؟ 50 تومن، 60 تومن، 40 تومن. چرا شیشه میکشید؟ بازم دوستای نوار. چه حالی بهت میده؟ هیچ. به مادر خودم هم شک میکردم. این کارا رو آخر عاقبتی نداره جز اینکه مادرم، خواهرم، برادرم، حتی زنداداش هم بلند شده دم ذاته بخونن گریه کنه. ارزش رو نداره آقا، هیچ ارزش نداره. دوستش در چی کاره بود؟ الان این سوزه در مغازم دارم بشم فرش کار کاس کاسه بیم. چرا نیستی؟ چرا؟ به خاطر اینکه که دلیل این چیه؟ دلیلش روی که رفیقای نواب دیگه. من تحت عنوان شرارت اینجا شرارت و نزا دست جمعی بوده، اون رابطه نامشروع بوده، همین عراض لوباشی که اسم بری شرارت بوده. چرا کرده بودی؟ شرابون بسته بوده، خانه کشی کرده بوده. حتی نقصه سعی کردم یه دست کنم نکنم، ولی وقتی هم که زدم خودم آدم به نظر چی کشیدم نره شکایت کنم. یادت می آمد در وقتی کار بعد زور دونه پا جلو اومد گفتم پول بدیم ما واقعا گرفتم در سکوان و می دونستم پول داشتم مشت انداختم با من صورت هم پول زد در وقت کرد من هم نفرمش کردم یه چیزی زد پله چاقوش چاقوش چیزی انقدی داشت من بیوش شدم کلی هم از بین رفتن جمعه سه روز میرن دیالیز گلتی سی توان میزم از کارم بیکار شدم. نتونستی بردشون نه چه تیپ آدم هایی بودن؟ آدم هایی از این کارو تیز چیز بودن او باش چیز. الان چند وقت این مشکل رو داری؟ دو ماه قبل از مرد. چاقو چقدی بود؟ چاقو انقدر. زن و بچه ها چی کار میکنن؟ اونم خونده هم حالا اگه اون کسایی که تو رو زنم بچه ها ببینیشون به این روز افتادی چی بهشون؟ نمیشنستم همون موقع دیگه نفهمش. چیگی میگفتن میتی گرده شرارت کردی قمی کشی کردی اردی کشی کردی دعوا کردم فکر نمیکرده آخر وقتی کارت اینجا به کشی که با نه فکر کشی این وضعیت و الان در بین جمعیت به شهر شما رو خدا وکیلی تو گم کردم چند وقت متواری بود؟ تقریبا از یه سال 7 روز کم. فرقت مسلحانه رو چی میگی؟ فرقت مسلحانه ما رو دوران سربازی نه درگیریات هم یکی از مامورا رو با چاقو زدی درسته؟ همین دعوای عموم بود. علی آقا بس کنید. آقای فتیار نه. علی آقا درگیری یکی از اعضای هوای این مملکت
مشروب میخوردم شوربه خم و نمیدونستم آخرش مخاطبش شرارت که همش دعوای علکی بود. از یه موقع به خودم هم دیدم که شدم یه آدم شرارتی، همه میگن شرارت شرارت. ما دعوا اصلا دست جمعی بود، زیاد بودیم، بعد دعوا میکردم. شما مثل این بود که یه دهت فون بنزین یارو یه چیزی بهتون بگه، یه جوابی هم شما بدی، یه ضربت توشی بری. منتها من نداشتم که گذشت کنم، اصابشو نداشتم. چی کارش کرده بودی که دیگه برات دست به زخم اینجا؟ با چی زدی؟ من با چاقو زدم. چیزی زدی؟ اینجا دارم نیست. آره هر باید چیز دیگه زدن بلنگوی نبود. آخر خلاف چیه؟ آخر خلاف بدبخت، آخر خلاف گرفتاریه، آخر خلاف جوانایی که جایی به تو رفتی و میخوام برم نرم اشتباه مونم به برا نرم این راه نرم همین برن خیلی اشتباه مونم من خیلی حواسم جمع بود حالو رو زمینه من نه اله دودم نه اله سیگارم اله هیچی نیستم پروندم و درارید میبینم اله هیچی نیستم خودم باشگاه داشتم منطور رو سو ندونم کاری خودم از دست دارم نرن این راو برن به جای نمیم برای اینکه با حمید مرادی دوست بودم، دخترش بودم، دوست داشتم میشناختم. دیشب تماس گرفتم که چه ساعتی دیشب؟ حدودا دو بود. خب چی بهش گفتی؟ گفتم حمید قرار بوده بیاد دنبال من، چیش خاموشه. گفت حمیدو گرفتم، من میام دنبالت. اومد دنبال من دستگیر شد. علی اومد دنبال تو؟ بله. علی دستگیر شد؟ زد و خوردی پیش اومد دیگه. با چی؟ با مامورای کلانتر. حمید برای چه گرفتی بودم؟ حمید برای پخش کوکایی. کوکایی؟ در چه شهر؟ در چه من اشکانو اولین بار که دیدم باش دعوام شد. چی میگو؟ چکانو خوش کنه؟ چی من نشسته بودم چه خونه هی به من امرو رن میکرد. من گفتم شما حقی نداری به من چیز بگی. دعوامو شد از ویلا اومدیم بیرون. ویلا؟ ویلای حامد اکبری. چه رفتی ویلای حامد؟ زمستون بود درس میرم. با کی رفتی؟ با حمید. ما چی کسای دیگه هم بودن دخترای دیگه؟ آره دختران تو زیاد بود با پسر که می اومدن حامد چی کار می کنه اونجا؟ حامد هم خب می شد تو جمع صحبت می کرد شیشش رو می کشید اونه که باش می دونه زیاد تو بیلاش نرد می کنه می دونه چی بود؟ خاطره بود شیرین بود اکثرا من فقط صورتش نمیدم اسمی ازش رو نمیدم می اومدن تو ویلا حامد خدا اشکان بود که اما اولی با که دیدمش دعوام شد می اومدن و می رفتن این از اون دوستان داشته؟ من ندیدم فقط شنیدم اشکان داشته عشقان. من ندیدم فقط شنیدم حامد چی؟ حامدم شنیدم علی از من خواسته و پرشه دوست دختر پیدا کنم منم دیشب که بهش گفتم با یکی از دوستای دخترم هستم چه خیابون موندم قرار بوده حمید بیاد دنبالم نیومده با اینکه تال تو عمرم بهش در نظر بودم تا شنید سریع پاشاد اومد آدرس گرفت با علمی دنبال به خاطر اینکه حالا یه دختر پیدا کنه و اینکه من سیابون نمونم شب مثلا اومد که با حمید دیگه چیا بوده؟ دیگه همینا بودن که سر منصر رو نشستم اکثر همه رو پنگ دیگه دیدم میمارم میرفتم نه من حمید دوست پسرم بوده باش بودم حمید چون دوست پسرم بوده
از حامد چه چیزایی میدید؟ از حامد خودش تعریف میکرد توی ویلاش که بودیم دو منو گرفتن به اسم حامد خطر ارازل و اوباش برام زدن اسلحه داشتن پخش کننده مواد بودن ببینید بحثش حالتش شیشه بوده شیشه توضیح که همه شما کوکائین هم بوده تو برنامه شما شفگیری بوده ارازل اوباش مادر کجا زدید؟ سال 97 تایلند رو دفتش اون موقع 150 تا من به جرم کیف قاپی و زندان بودم در گذشته 5 سال پیش و اخیراً به جرم خرید فروش 10 گرم کوکائین 4 سال زندان بودم که 3 سال و نیمشو تحمل کیفر کردم یک سال پیش مرخصی اومدم و بر نگشتم هر مورد چند فقره کیف قاپی داشتی؟ 10 فقره 10 فقره کیف قاپی؟ بله چجوری توضیح بده چجوری که پاپی میکردی؟ از کیا هم میزدی؟ نمیدونم از مردم چه انتخاب میکردی؟ از مردم آقا تو خیاب بود راکب بودی یا ترفیشی؟ راکب ترفیشی آقا الان برای شرم بده خدا با آقای بچه هم اینه مدرسه نمیتونه بده شطرنجی نشون بده بچه هم بچه هم مدرسه نمیتونه بده به خدا خجالت دیگه شما آقای بچه هم بازی نکن دوازده سالشه دیره همه به علمانی همه دوستاش یه جوری دیگه نگاهشو کنم چند همه دوستاشی که بابام خارجه نمیدونه من میرم زندان میام فکر کنه میرم خارجی یا تو رو خدا بشت اولیو جنگ اولیو جنگ مبارزه با ارازل اوباش و اخلالگران نظم و امنیت از بامداد امروز در سطح پایتخت اجرا شد. به چه جرمی هستی شده؟ دعوا. چند فقره؟ یه فقره آقا. با چی زدن؟ با قمه زدن سرم. شما رو به چه جرمی هستی؟ دعوا. خیلی باشم. آخر آقابت من رو نکنم. آقا شما رو به چه جرمی هستی کردن؟ من سر شرارت. یه زورگیری هم داشت. خوشبختانه همکاران ما در شب گذشته عملیات مشترکی رو مجموعه پلیس امنیت و پلیس آگاهی تهران بزرگ داشتن که منجر به دستگیری 97 نفر از ارازل اوباش و سارقین زورگیر در سطح شهر تهران شد که خوشبختانه همه این افراد چه مد نظر بودن دستگیر شدن. جمعی از مزاحمین نوامیس مردم و مخلان نظم و امنیت به دام افتادند. اوباشی که انواع جرایم ریز و درشت در کارنامه سیاهشان نقش بسته. قلدران و زورگویانی که آسایش و امنیت شهروندان را مختل کرده بودند و با شرارت و عربده کشی دست به جرم و جنایت می دادند. شما به اتهام شرارت و عربده کشی تو منطقه 13 آبان پلیس شما را دستگیر کرده 15 فقره سابقه داری 7 سال زندان بودید به اتهام قتل هم زندان بودید درسته؟ اون جوانه که عشق لاتی دارن چی صحبه؟ نه باید این کار را کنن نیگه حالا یکی دنبالشه یکی دنبال نامه یکی دنبال جوی نامه نباید این کار رو کنه درگیری در مغازم بوده اومدن ریختن در مغازم زدن رفتن مگه میشه بی جهت بریزن در مغازم شده دیگه حتما از قبل درگیری در مغازتون بود این آسا این همه چاقویی که شما پشت گردنتون خورده یه در اگه برگردید کامل مشخص بله این همه درگیری قبلیتون بله چهار فقره زندان که داشتید کسی رو علکی که زندان نمی کنه قمه و چاقو ابزار دست این شیادان بود تا با وقاحت و گستاخی و ایجاد وحشت اموال شهروندان را به سرقت ببرند طرحی رو هم هست از دو ماه پیش شروع کردیم در سطح شهر تهران به این صورت که افرادی که به هر حال تازه شاید میخوان به زورگه ارازل اوباش به پیوندن رو پایگاه های پلیس امنیت ما میاره و قبل از اینکه به هر حال اقدامی داشته باشن ازشون عقد تعهد میکنه حتما تعهد هم بعد پدر و مادرشون در این رابطه بدن یا معتمدین محلشون که نظارت بر این افراد میکنن که خطایی رو انجام ندن سردار ساجدی نیا همچنین از بازداشت فردی خبر داد که در سایت های اینترنتی شرارت ارازل اوباش را تبلیغ میکرد با توجه به سایتی که داشت و حالا لوازمی که داشت که خودش هم فکر کنم جزء اشرار باشه آلات ادوات که به حال در منزل داشت اون فردم دستگیر شده که انشاءالله بازجویی اولیه صورت میگیره سایت هم فیلتر شد یا به هر حال هک شد و به هر حال بدونن که در حوزه فضای مجازی هم پلیس کنترل لازم رو در خصوص هنجار شکنان داشت. رادیو مگس Your top YouTube channel.
خلاف مثلا قمه کشی و اینا میکرد میگم باش نیستش به مورا مردم با اینا لجم میگن که واقعا با منم دعوا کرده بود سر قمه کشی من گرفتمش همون داد سبوندمش زمین زنی دادم به سر رد بیان بگیرم ببرن اینجا چه فایده بردن یه سری دیگه بلش کردن آوردن اینجور آدم ها رو به خدا شاهده همون من میگن دوتا دست و دوتا پاشم قط کنم بلشنم زنی خیابون جلوی تلخروش رو با یه گردنبند دیگه میگیره خانوم سمت چپ رو نگاه کنید با دست
آپشنش میذاره و به راحتی از مغازه ارزو خورم خودم میزنم نمیستم نیارم شیمی درمانی میکنم چقدر؟ 11 میلیون تومن بودم پول توش بود دوربین امنیتی به یک ساخته فرسیده بودیم دیگه یا باز میکنی کشته میشدیم یا باز زنده میشدیم نه پول ریختم به حسابش این جوری با من بازی کرد که من اصلا تنها چیزی که به این آدم نبردم شک بارم بانبانت داشتم بار میبردم گرفتم لباس شیدم فریاد میکشیدم که بابا کیف همو بگیریم کلن رو هم دیگه 20 دفعه من این کار انجام دادم این پول مال بچه پلجه من خونش اجاره بوده یه خونه براش بگیرم